بله دوستان عزیز به دومین مبحث تعلیمی ما از سلسله درس های ایمان مسیحی اندیشه و ایمان مسیحی خوش آمدید خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم با دومین مبحث ما که تحت عنوان نتایج گنوسیان بر علیه خدا هستش هفته گذشته اوسیان بر علیه خدا رو با هم بررسی کردیم دیدیم که چگونه معذری به نام گناه وارد دنیا شد و امروز میخوایم نتایج اون رو با هم بررسی کنیم ببینیم که واقعا حقیقتا وقتی انسان گناه کرد چه اتفاقی بر اونها افتاد در کتاب پیدایش فصل دو آیه هفته ما میخوانیم خداوند با آدم و حوا میگه که شما نبل از من ناتعتی بکنید اگر درخت معرفت نیکوبت بخورید خواهید مرد ولی متاسفانه آدم و هوا به جایی که بیان از خداوند اطاعت بکنن میبینیم که تحت تاثیر شیطان قرار میگیرن و وسوسه او و این میوه درخت ها رو به عبارتی ازش بهره برن استفاده میکنن و ما در پیدایش باب سه ما میخونیم که در آیه پنج مار میاد و اونها رو در واقع ترغیب میکنه و از این طریق گناه وارد جهان میشه همونطور بعدا ما میخونیم که در کتاب پیدایش باب سه آیه 17 تا 19 چگونه اتفاقی میفته و همونجا خداوند میگه که چون شما گناه کردید حالا این نتایج گناه رو ملاقات خواهید کرد من اجازه بدید که از خود کلام خدا بخونم در این آیه ما میخونیم بله ببینید چه اتفاق افتاد وقتی آدم و هوا از میوه درخت ممنوع خوردن چه اتفاقی بر اونها صورت گرفتش در آیه هفته میفهمد و با آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده بودم گفتم از آن نخوری پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و برق پیشانیت نان خواهی خورد کلام خدا میگه تا هینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت بعد ادامه میده که چطور وضع حمل در واقع زن مشکل خواهد بود و ما میبینیم که امروز واقعا این در اجتماع در دنیا اطراف ما دیده میشه و کلام خدا توضیح میده از این طریق که چه اتفاق حالا من میخوام این در واقع مطلب رو برای شما باز کنم بیشتر و با هم دیگه دونه دونه خواهیم رفت دوم اتفاق اول اتفاق اینجا میفته همونطور که بر اساس این کلام با هم خواندیم اینه که آدم و حوا میفهمن که اوریان هستن اگر ما به پیدایش باب سه مراجعه بکنیم اینجا کلام خدا ما توضیح میده در آیه 11 میگوید که وقتی که اونا گناه کردن چشمشون باز شد و متوجه شدن که اونا اوریان هستن پس آنها برهنگی و اوریانی در واقع خودشون دیدن نتیجه گناه دوستان عزیز چیزی نیست بر اساس کلام خدا جز برهنگی و اون خلای درونی که هر انسان داره اگر هر کس صادقانه به زندگی خودش نگاه کنه متوجه میشه که چگونه خلای بزرگی وجود داره خیلی از شما اون رو تصدیق خواهید کرد که بله من تلاش میکنم با مواد مخدر اون رو پر کنم تلاش میکنم که بر واقع با مطالبی که در دنیای ما وجود داره به شکلهای مختلف این خلا رو پر کرده باشم بعضیا به مدیتیشن یوگا و مذاهب دروغین شبیه اینها رو میارن تا بلکه ساعتی رو در آرامش باشن کلام خدا اینجا به ما نشون میده که این یکی از نتایجی هستش که در پی گناه آدم و هوا وارد دنیا شد امروز بسیار از ما هستیم که از شادی واقعی، از آرامش واقعی در واقع به دور هستیم چرا که گناه هنوز در زندگی ما سلطنت میکنه اینجاست که خداوند میاد در همین کلام میبینیم که وقتی آدم و هوا میفهمن که برهنه از نظر روحانی از حیوانی رو زب میکنه و از پوست اونها میخواد که خودشون رو پنهان بکنن و اون هجاب رو به وجود بیارن در بدن خودشون و ما میدونیم که در واقع دست همین کلام هم میخونیم که آدم هوا ابتدا خودشون تلاش کردن این کار رو بکنن از اونجایی که برگی رو در واقع از درخت کنن و برای خودشون لباس رو تهیه کردن و این نظر روحانی باز بیانگر این استش که ما نمیتونیم با کارها و صدقات و امور مذهبی و شریعت و اینها به تنهایی و با زور انسانی خودمون به عبارتی برای خودمون حجابی رو به وجود بیاریم که بخوایم گناهامون رو پوشش بدیم بعضی از مردم هستن در جوامع مختلف در مذاهب مختلف که تلاش میکنن به انواع اقسام مختلف زندگی روحانی خودشونو برای جلو مثلا شخصی کار زشتی رو انجام میده صرفا با صدقه و با خیرات بخواد این به این مهم دست پیدا بکنه نمیتونیم چرا؟ چون خدا همونجا نشون میده که این من هستم که باید گناهان شما رو پوشش بدم و به یه عبارتی کفاره کنم دو مطلبی که اتفاق میفته در ادامه گناه آدم هوا اینه که اونا فهمیدن از حضور خدا مخفی شدن اونها فهمیدن گناهکار از حضور خدا مخفی شدن و به این شکل خواستن در واقع بر گناه خودشون سرپوش بذارن چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی انسان ها گناه میکنن به جای که در حضور خدا آرامش داشته باشن در حضور خدا بتونن در اون لذت روحانی که خدا به خاطر اون اونها رو آفایده به سر ببرن از حضور خدا خودشون رو مخفی میکنن شاید شما این تجربه کردید که نسبت به کسی مشکلی دارید ولی به خاطر که نمیخواید just <laughs> چهره به چهره او بشید فیس تو فیس بشید خودتون رو تلاش کردید به یک شکلی از اون شرایط که به وجود داره بنهون کنید بیرون بکشید که نمواد من اون شخص رو ببینم و متاسفانه آدم هوا این کار میکنه از کردم که در واقع تا موقعی که کلام خدا ما نشون میده اینا گناه نکرده بودن در کتاب مقدس میخونیم در باب دو پیدایش اونها مرتب با خدا در مشارکت بودن با خدا فلوشیپ داشتن و هیچ مشکلی بین اونها و خدا وجود نداشتش و میتونستن خیلی راحت با اون صحبت خدا با اونها حرف میزد اینو فراموش نکنید دوستان عزیز برای خیلی از ما که از زمینه مذهب میایم فکر میکنیم که خدا ما رو آفریده ما را رو زمین قرار داده و خودش در اون آسمانه هست اصلاً با ما کاری نداره در که کلام بر حق خدا رو وقتی ما بررسی میکنیم متوجه میشیم که خدا انسان آفرید که با او مشارکت داشته باشه خدا خدا مشارکته خدا انسان نیافرید که بذار رو زمین زج بکشه و چیزای نظریه بلکه خدا خواست که بدین وسیله بتونه مهر و محبت خودش رو در انسان آشکار بکنه ولی وقتی انسان گناه میکنه متاسفانه از حضور خدا خودش رو پنهان میکنه در انجیل یوحنا باب, باب آیه 19 تا 21 میگوید حکم این است که در واقع کلام خدا میگه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند از آنجا که اعمال ایشان بد است زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن می دارد و پیش رویش رو پیش روشنی نمیاد مواد اعمال او را توبیخ کند دقت میکنید از این جهتی که بسیار از ما از خدا شاید گریزان هستیم شاید نمیخوایم در خودمون رو در اون جایی قرار بدیم که احساس بکنیم خدا با ما در واقع مشکل داره از این جهتی که خودمون رو مشغول میکنه با خیلی چیزایی که شاید به این خلا رو بتونه پر کنه خب وقتی شخص گناه مرتکب میشه به علت ترس به علت شرمساری و حس خودش خودشو مخفی میکنه ما میدونیم که اکثر اتفاقات زشتی که صورت میگیره در تاریکی است، در شب هست از این جهته شاید شما اینو در یک بچه کوچیک هم ببینید پول پسر زیبا دختر زیبا ولی به یه شکلی خودش رو میخواد پنهان کنه که مبادا این اتفاق نیفته که اگه اشتباهی کرده دیگران متوجه بشن خیلی از دزدی ها خیلی از زنا ها و خیلی از این چیزها در خلوت انجام میشه که مردم رو نفهمن به حال این اتفاق بود که صورت گرفت وقتی که آدم و هوا بر علی خدا اسیان کرد اما یه نتیجه دیگه هم داشتش که اینجا با هم نگاه میکنیم نایار آیه رو خوندم نتیجه که به وجود اومد بر اثر گناه آدم هوا ترس بودش چند روز پیش با دکتر شایسته نشسته عزیزی از دکتر شایسته پرسید من با ترس چیکار کنم چطور میتونم از ترس نجات پیدا بکنم ترس یک عاملی هستش که در واقع زمانی دامنگیر دنیا شد و انسان شد که آدم در واقع گناه کردش و در دنیا وجود داره بعضی از مساحب دروغین میبینیم که یکی از عواملی که از مذهب در طی اون شرایط های شریعت هایی که نکن بکن هست صورت میگیره ترس هستش و ما میخونیم که این عامل متاسفانه خیلی دشوار امروزه دنیا رو در بر گرفته اگر شما آدمی هستید که میترسید علتش اینه که باید قلبتون وسیع بسپارید علتش اینه که از گناهان خودتون باید دست بکشید و محبت او را بچشید اون موقع است که خداوند ترسهای شما رو برمیداره خدا خدای ترس نیستش بلکه ترس یکی از عوامل گناه و نتایج اون هستش اتفاق میفته اینجا نکته چهارم هستش آدم و هوا نتیجه گناهشون نتیجه اسیان اونها برای خدا این بود که اونها مجازات شدن و من خدمت خدمتتون ابتدا خوندم پیداش باب 3 آیه 16 باب 3 آیه 16 الی 19 که دیدیم که چگونه در واقع به خاطر گناه آدم و حوا که روی زمین انجام دادن در باغ عدن انجام دادن نتایج گناه آلودی اونجا صورت گرفتش مثل همین خار خسی که کلام خدا میگه مثل در واقع زایمانی که متاسفانه خانم ها با درد دارن تا این اتفاق بیفته این چیزیست که دامنگیر بشر شده که گناه کردش شما میگید یه بچه چه گناهی کرده که به دنیا میاد و فلجه شما میگید که چرا در آفریقا گرسنگی شما میگید چرا زلزله اومد خیلی ها مردن این نتیجه گناه آدم و هوا هستش نتیجه گناه ما هستش کلام خدا خیلی زیبا میگه ما هرچی رو بکاریم همون رو درو میکنیم آدم و هوا متاسفانه به خدا اعتماد نکردن گناه را کاشتن و اون چیزی که امروز ما داریم میبینیم جلو چش خودمون محصل کار اونا هستش و نمیتونیم فقط تقصیر گناه آدم و هوا بنازیم بلکه ما نیز جزو افرادی هستیم که اگر گناه میکنیم باعث میشیم گناه نتایج وخیمی رو وارد زندگی ما بکنه از جمله این مجازات هایی که وجود داره اینجاست که خدا حق انتخاب به انسان داده خداوند میخواد که ما درستی رو انتخاب بکنیم خدا میخواد برکت و حیات رو درست بکنیم اما خدا خدای زور نیستش خدا خدای نیست که بیاد کوک کنه ما رو و بگه حالا برو جلو این کارا رو انجام بده در نتیجه هر چی رو که ما میکاریم همون رو درو میکنیم نکته بعدی که ما میخونیم در واقع کلام خدا ما میگه این استش که مزد گناه مرگ هست یا موت هست در رومیان باب 6 آیه 23 میخونه امروزه شاید من از جسمانی زنده هستیم نمردیم خاکمون نکردن ولی بسیاری از مردم هستن روی زمین که میبینیم که نظر روحانی مردن پس من مرگ روحان، مرگ رو به این شکل تفسیر میکنم اولین مرگی که اتفاق افتاد در کتاب پیدایش ما میخونیم وقتی آدم هوا با گناه کردن نبود که بلافاصله مردن اتفاقا نزدیک هزار سال زندگی کردن بلکه مرگ روحانی بود خدا عزیزان نمیتونه به گناه نگاه بکنه اگر در زندگی من گناه هست که توبه نکردم دارم با گناه زندگی میکنم خدا روی خودش رو از من بر میگردونه. چرا که در خدا گناه جای نداره شما میگه خدا قادر مطلقه من میگم آمین اما خدا یه کاری نمیتونه بکنه و اون گناه هستش چرا چون در زاد خدا قدوسیت وجود داره خدا خدای قدوس هستش حالا این رو هم فراموش نکن کلام خدا ما یاد میده که خداوند با انسان دشمن نیست خدا اتفاقا انسان دوست داره آنچه که در مذاهب به ما نشون داده میشه این هستش که ما میبینیم که انگار خدا با ما مشکل داره صبح تا شب میخواد ما رو از بین ببره خدا بد نده خدا اینجوری کرد خدا اونجوری کرد در که خدا از گناه ما متنفر استش ما نه به مردم بگیم که تو بیچاره هستی و بدبخ هستی و تو از چش خدا افتادی به مردم بگیم خدا گناه تو دوست نداره خدا خود تو رو دوست داره و برای تو فکر عالی داره بنابراین مزد گناه مرگ هستش و مرگ روحانی خدا اونها رو از حضور خودش بیرون کرد نکته بعدی که با هم نگاه میکنیم خداوند میگه تو در واقع چون گناه کردی این وضعیت خواهد بود تا بیکه به خاک راجع گردی پیدایش نوزده و بعد با هم بررسی میکنیم نکته پنجم نکته پنجم دوری از خدا هستش دوری از خدا کلام خدا ما نشون میده خدا آدم و حوا رو از باغ عدم بیرون کرد عرض کردم خدا گناه رو نمیتونه نگرداره داره خدا با گناه هیچ ارتباط خدا گناه رو نیافیده ایزن نگید خدا اگر میدونست اینجوری میشه چرا گناه رو گذاشت نه خدا گناه رو قرار نداده این انسان هستش که گناه رو انتخاب میکنه گناه رو به وجود میاره و هفته گذشته خدمت شما ایزان گفتم کلام خدا ما توضیح میده کسی که نیکوکاری رو نکنه کار نیک رو انجام نده گناه کار محسوب میشه از این جهتی که کلام خدا میدونه که خدا ما می که خدا گناه رو نیافریده بلکه ما هستیم که گناه رو انتخاب میکنه. نکته بعدی که امروزه خیلی 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 شاید شما جزو اون افرادی باشید که در زندگیتون دارید باش می جنگید و چالش هستش نتیجه بعدی اسیان آدم و هوا بر علیه خدا یا اسیان هر یک از ما احساس غم و تقصیر هستش ما میخونیم و میبینیم تو زندگیمون که چگونه امروز غم و تقصیر تخص... ت... در انسان ها وجود داره متاسفانه مذاهب دروغین عزیزان و اعتقادات و فلاسفه دروغین آنچه را که در انسان به وجود میارن احساس غم و تقصیره اینه که شما وقتی به یک مذهبی نگاه میکنید میبینید که همیشه خودش رو مقصر میبینه همیشه خودش رو بیچاره میبینه همیشه خودش رو اون پای میبینه خدا رو اون بالا میبینه چرا چون شریعت مذهب نمیتونه به اون امید رو نشون بده مذهب مثل تابلو راهنمای رانندگی ران اونه به شما میگه از اینجا نرو از اونجا برو میگه اینجا وا اون اونجا وا ولی نمیتونه قدرتی رو در ما تولید نمیکنه شاید انگیزه میده من میخوام خدا میخوام قدوس زندگی کنم میخوام پاک زندگی کنم میخوام دزدی نکنم اما نمیتونم کمک هم کن کی میتونه منو کمک کنه هیچ کس نیست که منو کمک کنه چرا چون مذهب انسان رو محکوم میکنه به اون نشون میده مثل یک آینه ای که کجا قرار گرفته و تنها ای فیض ایسای مسیح که میتونه ما رو از احساس غم و تقصیر بیرون بکشه وقتی ما به صلیب اون نگاه میکنیم وقتی بیاد میاریم که خدا محبت وقتی بیاد میاریم که چگونه خدا توسط محبت عیسی مسیح به دنیای ما اومد شبیه ما شد مثل ما شد به جای ما رو سلیب مرد و ما او رو دریافت بکنیم در وجود خودمون وقتی گناه ما برداشته میشه اون پلی که اون مانعی که بین ما و خدا وجود داشت اون دیوار جدایی برداشته میشه اون موقع است که احساس و غم و تقصیر شاید اشتباه بکنی ولی میدونی قدرتی در خون مسیح وجود داره که میتونه گناهان گذشته تو رو گناهان امروز تو رو و گناهان آینده تو رو برداره آیا ما بریم گناه بکنیم هاشا بلکه ایمان میاریم به خونه عیسی مسیح پس کلام خدا ما نشون میده که قدرت خدا توسط عیسی مسیح بر ما آشکار میشه وقتی که به او ایمان میاریم او مثل پلی میشه که ما را به خدا وصل میکنه و شاید بعضی از این تصاویر رو دیدید که به این گونه هستن کلام خدا میفرماید در مزمور 38 آیه 18 گناه خود را اخبار مینمایم و از خطای خود غمگین هستم آنچه که خدا از من و شما انتظار داره او قربانی نهایی رو برای ما آماده کرده او توسط عیسی مسیح روی صلیب گناهان ما را کفاره کرده ولی این ما هستیم که باید بیم به حضور خدا این سهم من و شماست در مسیحیت انسان حق سهم داره خدا سهم داره خدا سهمش رو انجام داده پسر یگانش رو فرستاده که ما نجات پیدا کنیم او روی صلیب به خاطر گناهان ما مرده اما سهم ما چیه او را بپذیریم و گناهان خودم به او بگیم پذیرفتن خالی کافی نیست ایزان بلکه بعد گناه خود را اخبار نماییم بگیم خداوند من, من گناهکار هستم و بعد از او درخواست کنیم که وارد قلب و زندگی ما بشه و نکته که اینجا خیلی حائز اهمیت هستش اینه که هیچ راه دیگه هیچ طریق دیگه نیست که از طریق از, از،, از جانب خداوند برای ما مهیا شده باشه که ما بتونیم از اون طریق نجات پیدا کنیم پس ما فهمیدیم ایزان در این برنامه که چطور گناه وارد جهان شد در برنامه قبل به طور مفصل اونو بررسی کردم اگر نیدید برید با آرشیو تلویزیون محبت با آرشیو سیما مسید دات کام. شما اونجا خواهید دید اون رو در این مبحث دیدیم که از طریق گناه چه معضلاتی دامنگیر انسان شد انسان, به خاطر گناه امروزه به موجود تبدیل شده انسانی که قرار بود که روی زمین حکومت کنه سلطنت کنه چون خدا رو گذاشت کنار و گناه رو به زندگی خوش وارد کرد دیدیم که چه اتفاق ناگواری در اون صورت گرفته دیدیم که چگونه امروزه مردم با اینکه کرات مختلف جهان رو آسمان رو تصرف میکنن اما یک چیزی هنوز اونها رو بسته و اسم اون گناه هستش گناه هست که یک باندجی رو در ما به وجود میاره ما را دست پامون رو میبنده میخوایم اراده خدا رو انجام بدیم میخوایم خدا رو دوست داشته باشیم ولی از اون جایی که گناه بر ما حکومت میکنه ما بر, بر گناه حکومت نداریم که بگیم نه نمیخوام بلکه گناه بر ما حکومت داره اینجاست که انسان ها به این مشکلات دچار شدن پس من میخوام از شما خواهش بکنم که حقیقتاً در قلب خودمون رو باز کنیم برای عیسی مسیح اگر ایماندار هستیم اگر ایماندار هستیم دوستان عزیز بدونیم که حالا که ما از طریق فیض عیسی مسیح وارد ملکوت خدا شدیم وارد زندگی نوینی که خدا برای ما مهیا کرده شدیم نباید اجازه بدیم که گناه وارد زندگی ما بشه بله گناه لذت داره شاید لحظه ای رو به ما شادمانی میده ولی میدونیم که گناه احساس تقصیر رو در ما وجود میاره احساس غم رو وجود میاره گناه ما رو از خدا دور میکنه و چیزهای دیگه که با هم بررسی کرد کافیه که ما ایشتای مسیر رو در واقع به عنوان نجات دهنده خودمون رو بپذیریم کافیه که باور کنیم که خدا چیز بهتری برای ما مهیا کرده اون موقع است که ما گناه نخواهیم کرد امروز من نگران نیستم که فرد گناه میکنیم و پس فردا بلکه آنچه که برای من مسیحی مهم هستش اینه که کلام خدا رو هر روز بخونم کافی که با اون راه برم هر روز از این طریق از روح القدس دعوت کنم که زندگی من را تصرف بکنه کافی است که با ایمانداران روحانی در ارتباط باشم که میتونم در زندگی من تاثیر مثبتی داشته باشم مفید داشته باشم اون موقع از کلام او را بخونم. با اون عجین بشم اون موقع است که خداوند به من عطا میکنه که از گناه دور باشم پس عزیزان این فریب شیطان رو هم نخوریم که من صبح پاشم بگم ای وای باز گناه اومد جلو من چی کار بکنم بلکه خودمون رو به او بچسبونیم وقتی ما به او بچسبونیم شریر و گناه از زندگی ما دوری میکنه اون موقع است که ما در حضور خدا کامل و کامیاب خواهیم شد اون موقع است که خدا در زندگی ما عمل میکنه پس اگر الان در این برنامه مشاهده این برنامه رو احساس غم و تقصیر به شما آمده فهمیدید که گناهکاری احساس پشیمانی بر شما آمده کافی است بگید خداوند وارد قلب من بشه، کافی بگید خداوند امشب من فهمیدم از این تدریس که من به عیسی مسیح احتیاج فهمیدم که گناه خوب نیست میدونید <laughs> خیلی ساده میتونم بچه به شما بگم خیلی ساده است شیطان بده و عیسی مسیح خوبه کافیس <laughs> اینو بفهمیم که در شیطان تاریکی او قاتله او میخواد از بین ببره او میخواد ما رو نابود بکنه کلام خدا میگه میخواد ما رو بکشه اما عیسی مسیح میخواد حیات بده حیات وافر میده و اجازه ندیم که گناه وارد زندگی ما بشه چون که نتیجه خیلی بدی رو داره پس من میخوام یک بار دیگه عوامل نتیجه گناه رو به شما بگم اولین اینکه آدم هم فهمیدن که اوریان هستن اون چیزی که شاید امروز روح برای شما مکشوف کرده اگر مسیح ما دوم از حضور خدا مخفی شدن گناه ما رو از خدا دور میکنه یعنی ما نمیخوایم بریم به کلیسا نمیخوایم بریم به حضور خدا و نکته سوم دیدیم که خیلی ممنوع اتاق فرمان عزیز سوم فهمیدیم که ترس اومد دامنگیر انسان شد بله نتیجه گناه اینا هستم ما باید بدونیم ما مثل دکتری به هستیم که میایم اول ریشه رو نگاه میکنیم و ریشه رو وقتی فهمیدیم اون موقع دیگه میدونیم که اون بیماری چه مضراتی داره و نکته چهارم پس اگر ترس هست بدون گناه بر زندگی شماست چهارم مجازات شدن گناه ایزا مجازات میاره برای زندگی ما پنجم فهمیدیم دوری از خدا رو به وجود میاره خدا نمیتونه ما رو خدا ما رو دوست داره میخواد به حضورش بریم ولی ما هستیم که با خاطر گناهمون انتخاب غلطمون از حضور خدا فاصله میگیریم گناه ما رو از خدا دور میکنه و نکته ششم فهمیدیم که احساس غم و تقصیر دامنگیر زندگی انسان شد آرامش قلب رو از انسان از شخص میگیره گناه مثل یک مرض سرطانی میمونه، عفونی میمونه که ریشه میدوونه یواش 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 نه فقط خود فرد رو آسیب برسونه بلکه اجتماع او را اطرافیان او را در واقع نابود میکنه. انسان از خدا دور میشه، از خدا ناراضی میشه، از خدا ناراحت هست چیزی که امروزه خیلی میشنیم. ای خدا تو کجا هستی؟ چرا منو ول کردی؟ خدا همینجاست. و این ما هستیم که به خاطر گناه نمیتونیم با او ارتباط برقرار کنیم اما خدا رو شکر نمیخوام برنامه و این درس رو منفی تمام کنم بلکه میخوام این نوید رو بدم که عیسی مسیح کلام خدا این خبر خوش رو میده عیسی مسیح بارها رو برداشت دردها رو برداشت و امروز در ما زندگی نوین رو به وجود میاره پس آرزو دعای منه که از فیض خدا هر روزه بهره من بشید دروغ شیطان رو نپذیرید اگه گناهی وارد زندگی شما میشه شما شاید امروز مسیح ما آوردید ولی هنوز اشتباهاتی میکنید که نباید بکنید بلکه فیض خدا رو بپذیرید کلام خدا میگه اگه با تمام دل خودمون توبه کنیم و از او بخوایم که وارد زندگی ما بشه هر گناهی از ما فرار میکنه دوستان عزیز این بود درس دوم ما از درس های خلقت تازه در برنامه اندیشه و ایمان مسیحی آرزوی منه که در دروسی که در آینده پیش رو خواهیم داشت بتونیم شما رو از این طریق تجهیز بکنیم که ابتدا ایمان مسیح خودتون رو بدونید بدونید که ایمان ما بر اساس کتاب مقدس کدوم هستن و دوم بتونیم از این طریق اگرچه خلاصه اگرچه خیلی ساده بتونیم باعث برکت شما بشیم که در ایمان جدیدتون در مسیح رشد بکنید و آرزوی که تا انتهای این دوره که نزدیک دو سال خواهد بود با ما باشید اگر میخواید دوستان عزیز به ما پیوندید همونطور که عزیزانی از افغانستان و از ایران به ما پیوسته درود به شما میفرستیم به زودی با شما در تماس خواهیم بود اگر میخواید سرتیفیکتی از ما بگیرید با ما ایمیل کنید و ما شما راهنمایی خواهیم کرد که از این طریق بتونید در واقع در نهایت از سازمان ایران برای مسی سرتیفیکتی رو دریافت کنید که در نشاندنی که این درس رو طی کردید و به امید خدا به زودی در ایران و افغانستان خادمین بزرگی داشته باشید تا هفته بعد شما رو به دسته خدای زنده میسپارم خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه خدا نگهدار